سلام برای یوتیوب سال اقتصادی هستم امروز براتون شارخ گنگ رو بردم براتون بالا شارخ از اندونزیه. دفعه دوم داریم زبط میکنیم دفعه اول یادم رفته بود دکمه رو زبط تو بزنیم <تصفيق> <تصفيق> آقا سلام به بچه های توی خونه متاسفانه مشکل از من بود و من نمیم چرا نه زبط زدم هیچی چی هیچی. هیچی آقا کلی هم صحبت کردیم ولی به هر حال امیدوارم که این دفعه بدون هیچ مشکلی بریم جلو و مرسی که اومدین یه دست واسه خودتون بزنید یه واسه ما که این دفعه با ضبط کامل برگشتیم خب شارخ به هم بگم چند سال اندونزی هستی والا ما یه ده سالی هست که 10 سال اومدیم اندونزی و خیلی هم کشور باحالیه یعنی از خیلی لحاظ خوبه حس می‌ذارم 16 سالگی رفتی آره آره 16 سالگی اومدم قبل اینکه آخه همه رو گفتی قبلا آره 16 سالگی اومدم قبل اینکه بریم سربازی دیگه از کشور خارج شدیم بعد حالا الان یا نه نه دیگه چرا معاف باشم نمیدونم من معافم گفتم شاید همه معاف نه برگردم احتمالا به اضافه داستان دیگه حتما سربازی هم بریم ولی جدا از اون اینجا خیلی خوبه دیگه فقط تنها چیزی که از میکنه مقدار گرماشه اذیت میکنه و مردمی که کالچرشون خیلی متوقعه از ما اوجی که بعد من گفتی خیلی جالب بود اول بگو جمعیت اندونزی و چند تا جزیره شونو آره ج... اندونزی 200 ه... نه اندونزی 270 و خورده میلیون جمعیت داره فکر کنم کشور پنجم یا چهارم باشه تو جمعیت خب حالا من بعد پاکستان نه بابا جزو آره. تاپه آه. آره آره اوته. بعد آه... بعد, آه... بعد از اون کلی هم جزیره از بالای 1500 فکر کنم جزیره داره 1500 که لنگ زبون داره زبون متفاوت ولی خب Uh, یه چی تو همین حدودا هم جزیره داره جزیرش هم خیلی زیاده بعد 1500 زمین متفاوت داره یعنی مثلا کوچه به کوچه نمیتونم حرف بزنم یه زبون خاص به همه زبون دوم دارن یه زبون چیز دارن مشترکن که زبون اندونزیاییه خب بهش میگن باهاسا اندونزیا خب بعد بجز اون مثلا اون زبون میشه بگی دول میخوری یا پولو میخوری آره میشه گفت میشه میشه گفتش میشه گفت میشه ماکان اوتی اتا ناسی آه. دول میخوری یا پالا دول میخوری یا پالا می من حاجی الان اینو گفتی یاد یه خاطره بسیار بد یه جورایی حالا بگم افتادم خب خاطره عجیب ما سنمون کم بود 17 سالم بود یا مکسیموم 18 سالم بود بعد یکی ما خواسته بود اذیت بکنه یه پسر گیه رو فرسته بود در خونه ما بعد مامانم اینا داشتن با ایران صحبت و این حرفا خ... داشتن خدایا و اونا نمیدونستم من رفتم در واقع کردم و این حرفا اومد مثلا پیش ما گفت آها من اون بر آماده میشم واسه مسابقه بدن بدن سازی الان افتاد بعد وقتی در واقع کردم این اسم میگفت مثلا اسم اون مربی ما بود بعد گفتم شاید مثلا رفیق اون از اون موقع زبان این خوب نبود اصلا خوب نبود این خیلی ضعیف بود خیلی بعد اومد گفتش گفتم بیا تو این حرفا گفت آره بدن چه خوب شده گفتم آها دیگه بس 100 درصد داره در مورد همون قضیه مسابقه کنه. میکنه <تص> گفتش که جلس بدن در ببینیم چه جوریه من پیرم رو در رو بردم در رو بردم, بردم, بردم که اصلا اه... چی میخواد بگه آقا بعدش بعدش او گفت برق خاموش کن گفت برق هم میتونی خاموش کنیم بعد یه من جا خوردم کنم برق واسه چی خاموش کنم خاموش نکردم برق بعد گفتش که من میخوام تو منو ببینی <applause> خاموش نکردم چه منو ببینی <applause> آره والا بعد فهمیدم که مثلا یه چیزی یا سامتینگ از فاکینگ رون بعد بهش گفتم که نه این حرفا گفت تو پسر دوست داری یه دختر خب بعد من نمیدونستم واقعا مثلا یکیش میشه دختر میشه چوه خب پسر میشه چوبو من نمیدونستم واقعا هنوز یاد نگرفتم که کدومش ولی میدونستم که پسر دختره بعد همینجوری همینجوری فروندم گفتم مثلا چوبو اینم اشتباه هم آقا پسر اومد مثلا دست بزنه مثلا بدن من و این حرفا شروع کنه بعد من هولش دادم و فلانو و گفتم برو فهمیدی اشتباه گفت آره اونم معذب شد جفتمون شروع کردیم عرق کردن چی من درو باز کردم و موقع توی آپارتمانی هم بودیم بعد درو باز کردم و گفتم مثلا یهو شانسم همسایه تو چیز بود همسایه توی مثلا راهرو بود فای. گفتم که این اینو بگیر این چیه این کیه فلان اونا گفتن این کیه گفتم نمیدونم اینو به یه جوری ببرینش از اینجا بعد اینا چی فرستاده بود اینو نف... ها مثل اینکه که رسپشن بی پدر مادر بودش آره بعدا فهمیدم خیلی بعدا فهمیدم بعد دیگه بردن اونا مثل اینکه که قبلا باهاش یه ملاقاتی داشته بودن فهم میدونستن این کیه یکیشون میدونست بعد یه بردنش خدا روشه. من اون موقع خیلی سنم که اونا من گنده تر بود مثلا <applause> آره اینو یاد اون افتادم گفتم وای این چقدر خوبی خوبی داره بود میخواستم توی اندونزی یه خانواده زن و شوهر و دو تا بچه چقدر و با پول در بیاره که خانواده خوشحال زندگی کنه آره اون واقعیت بستگی داره مثلا که چقدر بخواد چه سبک زندگی واسه اوکی باشه خب ولی مینیمم بخواد به نظر من مینیمم اگه بخوای شما اون جواب قبلی که دادم خب زیاد بود چیزی بود که مینیمم من بود ولی خب مینیمم آدم مختلف متفاوته ولی بگم مینیمومی که دیگه کمتر از اون نمیتونی زندگی کنی فکر میکنم 20 میلیون باشه که میشه هزار و مثلا 2300 دلار ماهی آره ماهی چرا هزار گرونه پس 1500 دلار چرا گرونه چون گفتی اجاره مثلا میشه 2000 دلار سالی خب یعنی مثلا تو در واقع میشه ماهی 180 دلار اجاره اصلا 90 دلار اجاره آره هاد. نکن اجاره اینجا رو سالیانه میگیرن خب بعد اینم بگم که معمولا دوست دارن دو ساله بگیرن که مثلا یه سال اومدی خراب نکنی خونه رو بری خب مثلا دو سال حداقل بی عرضه به اون پولی که داری میدی بعد واسه خونه دو خوابه معمولی تو شهره که مثلا بگم 80 متری خب شما باز دستیر کجا باشی ولی مثلا یه جای معمولی مثلا 30 میلیون اینا نیازه میلیون خونه ملیون. من چنده اونجا, اونجا چند خونه دو سه چار پنج شیش هفت هشت خواب نه خواب والا من نو خواب که خودم اینجا هنو قیمت نگرفتم ولی یه دونه مثلا خونه بزرگ که خونه خیلی بزرگی بود میخواستیم دو سال پیش اونجا بگیریم و نمیدونم چرا و خداشو که نگرفتیم چون فقط حیف پول بود اه اون آه ببین حدودا 100 میلیون مثلا اون بود سالیانه خب ولی اون نخابه بازم نبود من فکر کنم نخابه بره بالای 150 میلیون 200 میلیون ماهیانه چی سالیانه چقدر میشه می... به دلار 200 میلیون روپیه به دلار میشه بذار بذار 200 میلیون تقسیم بر 15 هزار میشه 13 هزار دلار واسه یه سال واسه یه سال خیلی خوب قیمت خونه اونجا پشما آره آره بعد قبلا که دلار مثلا دلار ایران بهتر بود خب مثلا اون موقع که دلار فکر کنم به فنا نرفته بود آره هنوز مثلا در حد 15 هزار تومن بود اگه درست یادم باشه مثلا با اینجا تقریبا یکی بود خب میشه 15 15 ولی باز ارزش متفاوت بود ارزش پول مثلا اوه مح... چه جالب عقالم... عقالم؟ عقالم. چیزایی که میخواید بخرید مثلا اخونه ماشین مرغ گوش هر چیزی خب ولی الان ارزشش یکی شده یعنی الان که ما دلار دلار اینجا 15000 روپی است و ایران 50000 تومان خب الان من نگاه میکنم حدودا مثلا قیمت از اون ترین ماشین اینجا 100 خورده میلیونه خب 100 مثلا 20 میلیون 150 میلیونه تو ایران تقریبا همینه مثلا بوش... آره تو مثلا مر خونه همه اینا رسل کردم الان ارزش ها هم یکی شده این ارزش قیمت ها و این چیزی که میخوای بخری یعنی قبلا ایران ارزون تر بود آره ایران فکر کنم ارزون تر بود درسته آره چه جالب خیلی جالب تو همین یه سال امروزش پا... امین داشت میگفت دلار راست میگیم، ما چند خوشی هم کار می‌کنیم یوتیوب رو شروع کردیم دلار 17 هزار تومن بود آره دقیقا من پول میفرستادم ایران الان دلار شده 50 هزار خیلی نمو کانادا 40 هزار تومان رد کرد پشمام ریخ. بعد آخه بعدش که تو ایران خوب قیمتا میره بالا دیگه اینجوری زیر 50 تومن تو پنج بهتر آره. باشه همه چی میره بالا هم بلال گرون میشه میگه بلال به دلار چیکار داره کاشتی در به دلار چیکار داره آره. میخوام نه برم گوش بخرم گوش به دلار دقیقاً دقیقاً کلا حالا مردم اونجا به نظر تو خوشحالن یا نیستن خیلی خوشحالن خیلی بی خیال و خوشحالن یعنی اصلا به هیچ چی خیلی بهترینه. پس مثل مکسیکه به به آقا یه دونه استادی بودش توی هاروارد کردن که میگن خوشحال ترین آدمای دنیا کسایی که که 60 دلار پول در میارن چون در واقع وقتی 600 دلار پول در بیاری میشی پولدار فقیرا. فقیرا بیشتر از دلار پول در بیاری میشی فقیر پولدار های حدی وص... واسه همین و خیلی جالبه فقر پولدارا دیگه لیمیت نداره تا جایی که تو چشت ببینه چون فقط سه تا پول دارن تو کل دنیا که موشک دارن میدونی یعنی فکر کن هر کی میگه من بوگاتی دارم من اینو دارم بگه میگه واسه که موشک دارم میرم س... میرم ما میام چیز میزنی این میدونی یه جوری میسن میگم یه رو یه دو کشیشه بشی یه بیلیون دلار به یارو همون تو مسخرهت کنه میگم ولی... تا موشکمو بزنم به کشید بره زیرا باید یه بار تحقیق کردم اصلا کلا پولدارای دنیا خیلی بیشتر از که مردم فکر میکنن تو تمام کشورها مردم میگن پولدارا کمن ولی پولدارا خیلی 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 زیادن مثلا فقط بیلیونر کم داریم بیلیونر هم تو آمریکا بگم بالای چند هزار نفره نه کمتر کلا سه هزار تا بیلیونر میشن نداریم نه من یه بار سرچ یا یا اینکه دارم 1100 اشتباه دارم یادمه یا اینکه درست دارم یه نگاه بکن به اون بگو الان آپدیت بگو 2023 چیه <applause> چون چین مثلا هر دو هفته یه بیلیونر می‌سازه یه هفته دو تا اگه شما نگه. اینجا نوشه آره من اشتباه شد یادم بود آره ولی 735 تا بیلیونر فقط تو آمریکا داریم بیشترش هم کالیفرنیا آخه عصبانی میشم من بحث چیز میاد این چی هستش چپگرایی و مثلا دموکرات ها و کانادا اصلا من حالا موشت... اوکی من مثلا من جردن بخشی... هم دیگه اونجوری آره منم خودم من میکچرم من خیلی جالبه تا یه نفر پیدا نکردم که 100 درصد فکرش مثل من باشه یعنی مثلا من یه سری از اینو دارم یه سری از اون دارم یه سری از اون دارم ولی هیچ نیست مثلا میگم اوه 100 درصد من باش موافقم منم می‌خواستم بگم که ام. من تا پری روز فکر می‌کردم با سر تقریبا 90 درصد چیزا یا میگم چون تالیسی نشدن که مخالف باشم خب ولی با سپر خلسه مخالف بودم همش میگفت زن سیتیز میگفتم بابا کانادایی اینا رو کردن تو مغزت زن سیتیز نیستشون چی حرفایی که میزنی ولی بعد اون ویدیو رو که دیدم در مورد مادر بزرگ ساخته بودیم میدم که چون اسپریچوال من چون اسپریچوالم خب یعنی مثلا تو این چیزها هستم تو این وادی مدیتیشن و این حرفا با اینکه خیلی عصبانی مثلا یکی از دلایلی که رفتم سمتش اون چون میخواستم کم بکنم ولی خیلی چیزا بعدش یاد گرفتم بعدم که احتمالاً سر اون اون قضیه خیلی و موافق نباشیم آره من اصلا خودم با مثلا پیترسون هم اینا دلیل اصلی مخالفتم همینه که اون خیلی سنگین باور داره به مثلا خدا و اینا من مثلا نمیتونم مثلا هندل کنم چون خیلی جالبه دلیلی که من فکر میکنم خیلی آدم های خفن مثل مثلا تیت مثل همین پیترسون اینا با خدا موافقت میکنن فقط و فقط به خاطر اینکه این کسکش ها همشون جینیوس نه که انیشتن جینیوس یعنی از آی از ابراج مثلا 10 درصد تا 20 درصد بالاتری و هر آدمی با اون حد شعور میتونه بفهمه که بقیه آدما اولاقن و چون بقیه آدما اولاقن باید به اولاقی اونا احترام بذاره و به خاطر همین میگه منم هم اولاغم تو این قسمت من اینجوری میبینمش یعنی من فکر اون که شب میده میخوابه میگه کاسخور که نیستم ولی نه ولی تو دور میاد هر کسی میگه 100 درصد حتما هست من نمیدونم تو چی خداییو میگی ولی یه اسپریچوالی هست و فلان یه همیشه جمعش میکنن چون این کارو تو مجری تلویزیون هم میبینی که معلوم واسه کانی کار میکنه من نمیخوام اندروسی تو اه... سنه یه بیام که اندروسی خراب بشه خب ولی منم همین فکر میکنم که تو میگی یعنی من میگم که واسه بحث خیلی استراتژیکه این... این حرکتش چون مثلا که به ساپورت کمیته بزرگ نیاز داره روزی دو بار من به عقلم میرسه که این کارو بکنم روزی دو بار یعنی روزی بار میگم سوید. تو اشتباه میکنی رو به خدا بحث میکنی تو بعد بگید که نه من اصلا خودم دارم میبینم باور دارم یعنی من که مغزم بیزنسیه همش من هم میگه سو تو خیلی داری آف تاپیک میزنی چون انقدر آدما باور دارن که تو فقط خودتو میتونی خراب کنی درسته چون آدما جمعیت مثل که همه آدما بگن زمین صافه یه نفر بیاد بگه زمین گرده یا میکشنه یا تک تخ ته تش تنهایی یا در که مثلا میگن یارو یا عقیده خودشو داره آره یعنی هره. انسان الان اونقدر هم. هنوز با شعور یه دو ویدیوش هم یعنی که قضیه بیام با هم تو پادکست تمامش هم نکنم من خیلی علاقه دارم که برم تمامش کنم اسم ویدیو بودش خیلی جالبه من این ویدیو اسمش شنیده بودم هیچ جا پیداش کنم Invention of Lie یعنی اختراع دروغ خوب. خیلی باحاله من این فیلم هم خواستم من ببینم فیلم خنده داره بعد همین چیز دیگه کمدین بازی میکنه دیدمش دیدمش می آدم توش معروفن یعنی 20 سال آدم ای 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 ریکی ریکی جروهز. اگه درست باشه اون بازی میکنه من اسمش شخصا نمیدونم ولی خب عاشقشم من با اسم خیلی خوب نیستم بعد خیلی باحاله یاد میگیره دروغ بگه بعد میفهمه وقتی دروغ میگه همه چیش انجام میشه میره تو بانک حسابشون پایینه میگه آقا چقدر پول داری 800 تا لازم داره مغزش رو میگه بگو 800 میگه 800 یارو بهش پول میده و میگه چه خوبه باحال دروغ بگم بعد اتفاقی میفته مامانش داره میمیره میترسه بعد مامانش گناه داره میگه که مامان تو الان نمیمیری داره میگه یه جایی بهتن جایی که میتونی تصور کنی دوستاتو میبینی رو میبینی بعد بقیه اینو میشنون میرن به اخبار میگن کل دنیا پخش میشه درسته میان در میاد شروع میکنه بعد درست فکر میکنه درست میاد میگه که یه آقای هستش تو آسمون زندگی میکنه بعد میگن تو ابراس میگه نه خور بالاتر میگه پس تو جو میگه نه دیگه اون بالا این آره. <laughs> فر... فرا تو اخبار میگه ناسا داره دنبال خدا میگرده خلاصه مثلا میدونی این خیلی <laughs> <ده ده laughs> پشت جبه پیتزا مینویسه میاره آره. <laughs> اول رو کاغذ می‌نویسه میگه این اونقدر چیز نیست قدرت نشون نمیده جرپیتر میشه میگه حالا این شد خب خیلی مثلا جالب مثلا این خیلی طبیعی تره خب من مثلا نمیشه چه بگم من بگم چون من همه اینا رو قبول دارم و من اصلا از آتیسی اومدم دوباره رفتم ریلیجس نشدم هیچ وقت من دینی نشم و اصلا دینا هم خوشم نمیاد مخصوصا دین کشور ما دیگه از همه شو مخرب تره ولی اه ولی اه تو این الان آره تو این تایم بله آره آه همین رو خواستم بگم ولی چیزی که هست خب این که دینا واسه کنترل اومدن و گاورمنت هم ازش که برای واسه کنترل کردن مردم همه این دارم قبول دارم یکی اینکه که بگم میگم من بیشتر حالت مدیتیشن و اسپریچوال یه چیز فهمیدم ولی جدا از اون میخوام بگم که من کتاب جوردن پیترسن رو که خوندم اصلا چشمم انگار باز شد روی همه این کا... یعنی ساز و کار دنیا و انسان ها خب. یه خور اینو بیشتر توضیح بده واسه یه یعنی نفر که این کتاب رو نخونده و نیفهم تو چیزی ده. یه خور اینو سه دقیقه اینو توضیح بده اوکی ولی اول از همه میگم صد درصد این کتاب بخونید دوازده قانون برای زندگی خب دفعه اول یه ذره سقیله یعنی یه ذره سخته مثلا گیج هی... میشه و من مثلا هم... منم آدیو بوک گوش میکنم خب بعد چون... واقعا یه ذره چیزه هم خود بخونی یه ذره بهتره ولی به کاری نداریم میاد توضیح میده که این داستان هایی که توی کتاب ها اومده کتاب دینی اومده لیترال نیستن یعنی دقیقا داستان این نیستش که خدا اومد آدم رو درست کرد هوا رو از دنده چپش هم در آورد درست کرد و بعدم نشستن با هم توی باغ این اصلا این نیست و اینا ساخته در واقع هوش هوش نه مثلاً دانسته های جمعی انسان ها از, ق... از سال های پیشه خب برای مثلا, آین... مثلا واسه آیندگاه حالا از بچه هاشون شروع میشه تا واسه بعدا. مثلا تالا این مطمئنم خیلی فکر کردن خب تو هم فکر کردی این که اگه خدا میتونسته اگه خدا که از همه مثلا قویتر و تمام قدرت های دنیا رو داره در اون میگن all خب، خب و مثلا اون باغ عدن بهشتو تو یه جوری ساختی که کامل باشه بهترین حالت باشه و مثلا پرفکت باشه و این حرفا خب و خیر آدم و حوارم میخواسته چه جوری مثلا اجازه داده اون شیطان و ما رو این حرفا بیان داخل یعنی نمیتونست جلو اون رو بگیره خب صد در صد میتونست ولی چون همش به قول معروف چرت و پرته خب دیگه یارو که نویسنده نوشته دیگه این چیزی که مثلا من وقتی داشتم به داشتم آتیس اینا فکر میکردم خب ولی اصلا بحث این نیست بحث اینه این این که اون داستان لیترال نیست یه برمیگرده به همون قانون یینگ یانگ خب و کیاس و ان یعنی uh, هرج و مرج و نظم خب نظم و بی‌نظمی که اگه اون در واقع اون یینگ یانگ دیده باشی دیدی که یه طرفش مشکیه طرفش سفیده بعد تو سفیده نقطه مشکی داره تو مشکی هم نقطه سفید داره جوردن ترسن کلا توضیح میده که کلا کل دنیا اینجوریه که همیشه ما داریم بین این نظم و بینظمی همینجوری تو کلا زنی اون هی عقب جلو می داریم میشیم و و داخل نظم نظمی وجود داره داخل بینظمی دوباره نظمی وجود داره و داخل اون نظم دوباره بینظمی وجود داره مثلا و اینم حالا هی آلترنت میشه یعنی چی مثلا شما دیدی یه موقعی از زندگیت همه داره پرفکت جلو میره طبق برنامه هر چیزی که ساختی داره میره جلو و هیچ چیزی اشتباه ایجاد میشه و تام خیلی خوشحالی که همه چی داره خوب میره جلو نه من تا حالا اینو تجربه نکردم من که تجربه کردم خب ولی مدتش معمولا طولانی نیستش نه. ولی نه که مثلا دیگه همه چی همه چی ولی مثلا یه تعداد یه قسمت زیادیش داره خوب پیش میره بعد این همون سفیده است که داخلش یه مشکی وجود داره یه نقطه مشکی وجود داره بعد یهو اوت اف نوور یعنی اصلا نمیدونی چجوری یهو یه اتفاق میفته همه چی به هم میریزه زندگی مثلا حالا باز لول داره دیگه خب من خیلی شده زنیم یهو وارونه شده همه چی دیگه خراب میشه بعد بعد تو دوباره تو این همه چی خراب شده یه جوری بیای همه چی دوباره برگرد این حالتی که مثلا تا یه حدی قابل پیشبینیه تا یه حدی برنامه ریزی شده است و حرفا این هستش بعد توی بیماری هستش توی مثلا جهان هستی هست کلن خب و نزبی همیشه داره اتفاق میفته این داستان هم همیه داستان آدم و هوا و اون ماره این ماره همون بینظمی داخل نظر رو یعنی حتی خدا هم یعنی تو اون داستان دارن اینجوری نشون میدن اون کسایی که این داستان رو ساختن دارن میگن که حتی خدا هم که انقدر پاورفوله بر یعنی فرای این قانون نیستش با تمام اون شکلی که ساخته همه پرفکت ساخته باز اون یه مقدار بی‌نظمی یه مقدار کیاس توش بوده که اون ماره است که میاد میره سراغ هوا هوا رو گول میزنه سیب رو میخورن و بعد همه چی به هم میریزه اون پلنی که خدا داشته و اون پلنی که واسه بهش ریخته شده بود به هم میریزه و میشه داستانی که اومده بعد تو قسمت مختلف کتاب هم از داستانهای مثلا دینی میاد اینجوری تفسیرشون میکنه هم از داستانهای معروف مثل پدر جپتو اینجور چیزا که اینا هر کدوم معنی واقعشون چیه و کلا میگه اقا اینا این آدم های قدیم دانا اینا رو می ساختن که مردم یه سری پیام ها رو برسن ولی الان خب اینجوری شده که نه این یه داستان که واقعا اتفاق زده شده دین و این حرفا و باید بهش باور داشته باشیم این قضیه ولی منم به این الان باوردم که در واقع این هایی که آدم ها ساختن خب که اون پیام پیامه رو توش برستن ولی توی طول این سال ها پیامه اصلا فراموش شده و فقط یه داستان خوشی معمولی مونده خب ببین صد در صد من یعنی هر کسی یه کاری کرده من فکر نمی‌کنم همیشه مثلا می‌خواستن همه آدم های دینی چون تو اگه دینار نکنی همه با فاصله چند سال از هم درست شدن دیگه تش مثلا چون 500 سال از با هم فاصله داشته باشن واسه همین همه از هم کوچیکن کپی کردن حالا وقتی کسی هم که قدرت داره خب مثلا کارهای خوب می‌کردن نمیدونم تو این همه بنام تو فیلم حالا نشون میدادم من که نمی‌دونم همیشه چرچه با آدم‌ها که پول نداشتن جا می‌دادن بخوابن غذا میدونم. نمیدونم ج... می رفتن جایی مثلا درست میکردن مردم نگهداری میکردن من بچه تو فیلم میذاشتن جای زوشتن جایی میذاشتن دیگه یادم یارو میاد ور من این واقعیت یا نه چیزی که من دیدم تو فیلم و تو داستان ها هیچ کسی کام مثلا همون بازم نکن شما هیچ کسی به نظر من ورای فس... وسوسه نیستش یا فرای وسوسه آه. نیستش و یارو هم اون هم کمک میکرده هم از اون طرف استفاده های خودش رو میکرده از اون قدرتی که داره فکر همه میکنن تو هر کاری حتی مثلا یه دونه مثال میزنم خیلی جالب به نظر من استیو جابز توی اپل اگه کار بکنی یه کارت داری که کریدیت کارت اپله با اون تو خود کمپ اپل هر چی میخوای میتونی بخری آخر ماه از حقوقت کم میکنن بعد استیو جابز یه یارو هستش میگه که هر وقت ما بخواستیم با هم قرار بذاریم خیلی اصرار میکنه که پول غذای منو بده بعد دیگه من دیگه مثلا دفعه 4 و 5 بود دیگه مثلا روم نمیشود گفتم نداده من پول میدم اصلا فکرشم نکن بعد میگو برایش ازش که ببین من حقوقم سال یه دلاره من نمیدونم کی داره پول اینو میده ولی من نمیدم ایوا نمیشه نمیشه که برای تو رو بیل آخر ما بگم مثلا 1000 دلار غذا خوردی که ساب کارخونه است یه حساب ده میذاره خوش پپلیش میکرده فهمیدم فهمیدم چه خیلی جالب بوده چون حقوقش یه دلار بوده دیگه کل سال یه دلار در میورده از از چیزش از از اپل از اپل بعد بخاطر همین اگه مثلا 1000 دلار غذا می‌خورد آخر ماه میگفتن خب یه دلار 1000 دلار کم صفر پس پولش از کجا در میورده استیو جابز اگه فقط یه دلار میگرفت. یعنی از دیویدند استاکش می‌گرفته صاحب صاحبش بودنش اشاره آها اوکی اوکی فکر کن تو رئیس کارخونه باشی میگی آقا من حقوق نمیخوام. به عنوان سی او, اگر او هول نمیگیره. هول نمیگیره. ولی از دیویدند حقوق نمی‌گیره ولی میگه به صاحب اپل دیگه میگه اگه اپل از یه میلیون برسه به دو تریلیون من پولم از یه میلیون رسیده به دو تریلیون درسته درسته الان همین شده دیگه ترامپ بازی دیگه ترامپ نش... بود وقتی ترامپ بود نبود حالا حالا میگه من نمیگیرم چه اینجوری بعد مثلا یه کاری که میکرده توی آمریکا وقتی ماشین میخری طول میکشه تا حدود 6 ماه برات برات پلاک بفرستن امکان داره زودتر بفرستن ولی تا 6 ماه امکان داره طول بکشه واسه همین تا 6 ماه اگه پلیس بگیرتت تو بهشون نشون بدی رسیده تا که ماشین خرید زیر 6 ماه کاری ندارن که ماشین پلاک نداره اوکی اوکی. بس سیو هر 6 ماه یه ماشین می‌خریده اجاره باری بوده که هیچ وقت نتونه نه تیکت بگیره نه نمیدونم چرا قرمز ازش بتونه عکس بگیره هرچی مصد خلاف او یعنی اگه خلاف خلافم خلاف بکنی بهت نمی یعنی تیکت میکرد نه دیگه چون کیه نه دیگه چون نداره عجیب آجی خ... این بعد و... این شیش من کنه اینم به نظر من یعنی بعید از دولت ها که بدونن همچین سوراخ هایی بزنن واسه مردم ولی خب واسه بولداراست نمیاد دقت بکنید هر شش ماه بره ماشین بخره دیگه میتونه دیگه آره، آره. توی فاک تورنتو دیوونه تو تورنتو اگه رانندگی بکنی سرعت بالا بدی ماشه تو میگیرن له میکنن ای آره دایی <applause> <فرایو> گرفته بودن ای دی مال چرا حیف <applause> میکنی دست بفروشین بفروشی. نمیدونم با ازش بگیرید مثلا با قیمت کم بفروشید نمیدونم به خودشم چند درصد بدین پولش رو بدین به مثلا بیمارستان آره خیلی جالبه این چیز باشه ولی آره همه به نظر من من مثلا خیلی به من میگن که مثلا میگم ما وقتی که خیلی محض همینی هات بود من یه واسه چیکام ویدیو گذاشتن ام. بعد همه مثلا میاد یه کامنت میذاشتن نه همه یه چند نفر کامنت میذاشتن که آقا مثلا الان نباید ویدیو بذاری اره بعد میگفتم که من برام مهم نیست من کاری که خودم میخوام بکنم اون میکنم من با این ام. فشار مردم به من کاری نداره بعد با من میام به حرف میزنم میگن که آره مثلا تو نمیدونم اگه الان حرف نمیزنی پس با دولتی اگه فلان چیزو میکنی پس مثلا داری طرفدار فلانی به سال بعد داشتم فکر میگم که ببین اینجوری نیستش واقعا مردم اون چیزی که واقع... یعنی اگه کاریو میکنن هزاران دلیل متفاوت هست که دارن اون کارو میکنن انگار همه چی یک و صفر نیست یعنی هر کی هر کی میبینه میگه او پس اگه تو این کارو کردی پس با دولتی اگه این کار کردی با دولت نیستی اینجوری نیستش من نوعی مثلا میگم خودم هم مثال میزنم میگه که نمیخواد کسی مایه بزنم من اگه مثلا بغل خامنه ای بود بغل خمینی بودم وقتی که انقلاب شد من رفسنجانی بدتر میشدم من کسی نگفتم به خامنه ای می میگفتم که دود این نه رفسنجانی چه خامنه ای مثلا به خمینی گفتم با این خامنه ای کسکش رو کامل به نظر من نمیخونه اون الله میگه الله اکبر نمیگه الله اکبر. نمی اکبر من احساس نمی کنم تایید الله میگه یعنی من اون کسکشی بودم که میافتم زیرا مثلا خامنه ای بزنم سر نماز واسه یعنی اگه کردم جاش بیفته بی... یه کاری میکنه که نمیدونه بعد مردم اصلا نمیتونن این کارو انگار همه گاون به هیچ عنوان نمیتونن خودشونو بزن جای نفر دیگه یعنی انقدر این کار براشون سخته من نمیتونم بفهمم یعنی مثلا از این کار آسون تر نیست که تو واسه 5 سال یه نفر رو نگاه کنی بگی خب من اگه جای بودم اینطوری فکر میکردم آره. از این کار آسون تر نیست نه ولی من اگه مثلا خامنه‌ای به من فرازنی بزنه بگه سوال بیا ایران به ماهی 80 میلیون دلار پول میدم گردن دو نفرم بعد مثلا اعلام بکنی که به نظر من احتمال این خلاف کردم برین اینا رو به اسم قانون دار بزنین میرم میکنم رئیس نماز جمعه میشم میرم تو مجلسم شکایت که چرا نماز پنجشنبه نداریم ما آره میفهمم چی میگی منم من هم همین وسوسه رو دارم میگم که واقعا خیلی سخته حالا این صحبتی که الان چند تا زاویه میتونم بگیرم حرفای م... مختلف بزنم کدومش الان بگم ولی این درست ولی منم خودم همین فکر رو میکنم و همزمان میکردم قبلا میکردم اینم الان میکنم ولی باز با توجه به چیزی که خوندم تو کتاب همین جوردن پیترسن خب یک قانون هفتمش اینه که چرا باید مثلا خودت باشی دروغ نگی و اینکه دنبال همیشه هدف والا بگیری من خودم سعیم اینه که نکنم ولی من هم نمیدونم واقعا وسواس بشم آقا من تو زندگی معلوم نیست چه اتفاقی داره میفته یکی یاد این آفر عجیب غریب بده خب از کجا میدونم که من اونو قبول نخواهم کرد منم هم خودم همیشه میگم من تمام زندگیم سعی کردم خوب باشم همیشه وقتی که قدرت دستم بوده خوبی کردم من کسی هم که سر کارم به کارمندان میگفتم بچه کار ما ساعت نه شروع میشه نه در خونتون بیاین بیرون نه که نه اینجا باشین من از نه بهتون پول میدم این نه در خونت بیا بیرون ماشه روشن کن بذار گرم شه بر رانندگی کن بیا اینجا ریلکس پارک کن آره ای نفسم بکش شو توی پارکینگ بعد بیا تو 9 و 30 دقیقه میرسی 9 و 20 دقیقه میرسی 9 و 40 دقیقه میرسی بعد تو استرس این ترافیک باشه به تخمه تو داری پی میشی تو ماشین شید. داری موزیک گوش میدی حالشو ببر ام. چون من خودم ترافیک میشو 3 دقیقه دیر بودم تمام راه این دیوونه ها میرفتم امکان داشت پلیس آره، میگه آره، تام آره. عصبانی بودم آخرش هم مجرم میره میرید بهم سر 3 دقیقه من که اینا من هم بودم که هر وقت قدرت داشتم بود من خیلی سعی کردم همیشه کمک کنم من برای کارمندام که مثلا کوچولو بودن کمپانی براشون پلی استیشن می‌خریدم موقع مثلا پلی استیشن تازه بود بیرون مثلا برای کارواسشون برای اید و اینا پلی استیشن می‌گرفتم الان اینجا تو کمپانی گنده کار می‌کنی مثلا پلی استیشن نمی‌گیرن چه برسه دیگه کمپانی تخمی کوچولوی من حالا منم شخصا باور دارم اگه به من دست من قدرت بیاد من تو جایی که بتونم خوبی می‌کنم چون من منطقم اینه که من میرم فلان زمین رو میگیرم بعد مثلا میگم درخت نداره میام توش درخت گردو میکنم بعد اینجا سبز میشه قشنگ میشه توریست میتونه بیاد درخت گردو هست گردو میتونن بشکنن اینجا گردو فروشای تازه میاد هرچم گردو فروختم در رو خودم میتیقم ام. تو همه آیا رو من زدم دیگه من گفتم به اینجا درخت کنیم من رفتم تو دو دولت رو عوض کردم فلان مثلا درستش هم من میتیقم یه جوری یه کمپانی میذارم که ما گردو شوریم هر گردو کنده میشه بعد تو کمپانی اره. شسته بشه در ما پول میگیریم از این پروسس معلوم میشه آخرش این دیگه به نظر من دزدی نیست میدونی اگه مثلا تو بیای شهر داره ایران بشی بعد بگی من میخوام شهر رو قشنگ کنم میخوام خط رو خط بکشم آره. تو خیابونا بعد برادر تو بیاری یه دونه کارخونه یه رو رنگ سازی خوب بزنی بهش آره. کار بهش یعنی این کارو بدی اون شروع کنه رنگ زدن خیابون این اینو دیگه نیستش. من دوزی نمیبینم چون میبینم که خب اوکی دیگه اصلا من همه همینه. کارش من کردم اصلش همینه تو مثلا وقتی یکی رو میای روی پستی خب یه ریسپانسیبিলিتی داری مسئولیتی داری میای به که دور و برتن کمک می‌کنی نمی‌بینی کسی که مثلا 10 تا محله اون ورتر کمک کنی که اول اون یکی دور و برته اون رو اول کمک می‌کنی آره دیگه مثلا میخواد به خودت سود برسه واسه من اینا رو میتونم قبول کنم میتونم فر باشم میتونم که مثلا یه کاری بکنم که نه بسوزه نه کباب به نظر من آدمایی که میان فقط میدوزن خیلی آفن و خیلی زیادن من برام چیزی که عجیبه اینه که توی هیستوری که ما داریم زندگی می‌کنیم و می‌بینیم بعدی داره برنده میشه و من اینو نمیفهمم چرا مثلا حالا نمیخوام مثال دونالد ترامپ رو بزنم ولی یه آدم هایی که مثلا یا بهشون یه ربطی نداره یا مثلا تو زندگیش میدونی تو خیلی آدم خوبی نبوده چرا باید بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا من مثلا نمیگم جو بایدن خوبه یا مثلا اوباما خوبه ولی مثلا دارم میگم ترامپ دیگه تو میدونی که مثلا دعیوسته تو میدونی که دزدی کرده تو میدونی که دروغ گفته همه جا مثلا شواهدش هست یه لحظه یه لحظه چرا مثلا همه باش اوکی من فکر نمی آخه داستان اینه که تمام آدمای دیگه ای که اومدنم خب از به نظر من از ترامپ بدتر بودن خب خیلی هاشون و اونا هم همونقدر دروغ میگن ولی خب این کسی بود که معروف بوده و اطلاع در موردش مردم زیاد دارن ولی اونای دیگه نمیشنن ولی بعد از اینکه مثلا اینو که آقا جو بایدن رو چه جوری نذاشتن رو توییتر بی قانونی هاش اون دست کارای اشتباهی کرده رو بشه این که اصلا طرف یار اون سوادی که میگه داره رو نداره دروغ میگفته از جوونیش که من نم دکترا دارم من فلان بلدم فلان اینا دروغ میگفته خب نذاشتن اون ما دوران انتخابات اینا رو بشه پس اونم آدم بدیه ولی بحث این که چرا کلا اینا میان چیز میشن انتخاب میشن چون که انتخابات واقعا بر اساس چیز دیگه نیست بر اساس لیاقت تو این حرفا نیست بیشتر واسه اینه که کیمیش منو جلب بکنه اگه اینجوری بود سه تا کلینتون و سه تا بوش پرزیدنت نداشتیم حالا نشدن یه بحثیه ولی اینکه مثلا فکر کن خواهر و پسر خاله و پسر و نوه و بابا بزرگ و خاکوس میگی میشه یه خانواده اینقدر خاص باشن که آه. همشون تو دو نه یعنی فقط کانکشن دیگه همین دیگه کانکشن و اینکه آقا تو چقدر میتونی نظر مردم رو جلب هم میتونی رو احساساتشون تاثیر بذاری میتونی روی نمیدونم احساسات که میام همه چی میشه دیگه عصبانیت میشه نسبت بقیه حس طرف فکر همش تبلیغه خوده. تبلیغ تبلیغ داشت تبلیغ میکرد خب همون تبلیغ میکنی رو چی تاثیر میذاری چون همه مردم احساسی عمل میکنن الان توی همین دوران اعتراضات خودمون هم احس... چون واقعا لاجیک کسی رو لاجیک کار نمیکنه یعنی ساینتیفیکلی خب یعنی علمی ثابت شده که تصمیماتمون رو ما وقت روی منطق نمیگیریم همه تصمیماتمون احساسیه نسبت به اتفاقاتی که قبلا به مصداق ما چه حسی به اون داشتیم میگم مثلا اون رو رب میدیم به الان و روش تصمیم میگیریم بعد و اینکه چیزی میخواستم بگم آره من خلاصه فکر می کنم تو اون کاندیدایی که بودن یا و الان من توی آمریکا میبینم به نظرم ترامپ و دو سانتوس در واقع چیز فلوریدا گورنر فلوریدا بهتر از آپشن های دیگه است ولی خب دیگه ولی تو ایران هم با همشون مشکل دارم خب درسته ولی نمیدونی با, 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 با همشون مشکل دارم نمیدونی ما ر... نکن الان جایی که تو میخوای موفقیت شخصی برسی یا به موفقیت کل فکر نه من پوینت هم که آدم خوب اصلا نمیبره تو دنیا دیگه نمیبره آره ای تو, بقا... تو این همه الان آدم هست یکیشون نیست که مثلا خوب باشه بالا. مثلا چون شما بخوای بیا خوب بشی بیای بالا بعد کارو بار بقیه رو خراب بکنی مثلا ترامپ اومد وقتی هیلاری کلینتون بهش گفتش که این آقا تکس نمیده کلا هم انقدر تکس داده تو, طول تو فلان سال خب گفتش که آره راست میگه همونقدر که مثل خودش و رفیقاش که همینقدر از همین قانونایی که من استفاده کردم استفاده کردن خب و اگه کسی هم بخواد بیاد بالا که اینجوری نباشه نمیذارنش نمیذارنش بیاد بالا و همین راحتی تو من پوینتم همینه میگم خوبی دیگه وجود نداره تو دنیا فقط بدی میبره و این یه چیزی که باید عوض بشه و من مثلا مغزم نمیتونه. نه، شروع نه. کنه تو توهم که از کجا شروع کنه ببین به نظر من بحث خوبی و بدی بردن نیستش بحث اینه که واسه اون مدل الان استراکچر جامعه یه جوری ساخته شده که ما فلان افراد نیاز داریم که مثلا یه جوری جامعه درست شده خب یه بازی ساختن که تو این بازی این آدما برنده میشن حالا این آدم ها رو ما بهشون میگیم آدم بد خب ولی به این معنی که اون وا... مثلا چی رو توضیح بدم این،, این کاری که ما درست کردیم این جایگاهی که ما ساختیم برای رئیس جمهور و قوانینی که باسه ساختیم که آقا چطوری یه نفر رئیس جمهور بشه یه سری خصوصیات رو میخواد که این خصوصیات تو اون آدم هست چی میگم این وعنی نیستش که <applause> آقا الان دیگه بدی روی خوبی چیره شده و نمیدونم دیگه ما چیز نه همه آدم قرار بد باشه همه آدم قوی و اینجوری نیستش من نظرم نه من میگم تمام آدم که تو قدرت هم بدن م... من نمیگم تمامشون بدن ولی به نظرم من خودشون. همیشه میگم تمام من منش 90 درصده امه. آره من ولی این ولی این موضوع خیلی بسیار ناراحت کننده است تو کانادا اینطوری نیست خدایی تو کانادا اینجوری نیست نه تو کانادا اینجوری تو کانادا واقعا آدمایی که سر قدرتن واقعا ادمای خوبی هن. خوب آخه به چه معنی یعنی یارو واقعا میاد سر کار که خوبی کنه واسه شهرش و کشورش یعنی واقعا روی علم داره میره جلو و فکر میکنه به همه چی به دختر به پسر به گی به لزبین به ترنسجندر اگر... همه چی داره سر میکنه و فکر کنه ولی خود دیگه تو ماچ هم میشه آه، یه سوال دارم اگر اون چیزی که اون فکر میکنه واسه جامعه خوبه واقعا برای جامعه خوب نباشه چی خب اونو دیگه اون که اون که همیشه سوال هست دیگه چون میگم با مغز و اطلاعات امروز میره جلو همه آدم های روز دنیا خب یه روز میگفتن زمین صافه اطلاعات با قانون. امروز اگر دستگاه شده باشه چی مثال به زمین مثال مثلا خب اومدن چیز کردن اون موقع که خب یه اوایل 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 که گل اصلا آزاد بود همه جا خب بعد یه سالی میان دیگه گلو چیز میکنن ممنوع میکنن که فکر کنم بخاطر که مثلا سیگار و این حرفا رو این چا... یا داروها رو اینها رو بفروشن نه برای صرف. کاتن بوده واسه برای... کاتن بود ببخشید آره میگم یه شرکتی بود که خلاصه اون واسهش گل در واقع کامپیتیشن حساب میشد بعد اینا میاد جلوتر واسه این که دوباره به مردم ثابت بکنن که گل بده میان یه شامپانزه ای رو خب میان میگیرن روش بهش گل میدن ولی گل رو چجور بهش میدن خب میان یه ماست میزن رو صورتش و واسه یه هفته کلا هم یارو فقط گل استنشام میکنه یا یه هفته یه, یه, روز هم یه, ساعت زیادی خب که عجیب غریب بوده و و بالاخره یارو میمیره بعد این همه کشیدن و میگم میگن که نگاه کنید گل کشنده است و نمیان جزئیات اون آزمایش رو بگن که فقط میگن گل کشنده است و اینا ما آزمایش هم فلان اینم رفرنسش این صحبت تا. تا سالها بعد داکیومنتاش در اومد گفتم اینا آزمایش کلا از اول بد چیده بودن و خیلی داستان دیگه من این مدت وبسایت هلت ام ویلنس داشتم در مورد کاهش وزن خب بعد اون موقع میرفتم مثلا خودم کلی مقاله میخوندم چون من که بلد نبودم که میرفتم مقاله میخوندم که بعد دیگه بیام واسه خودم بنویسم بعد آرتیکل بنویسم بعد میدیدم که آقا من هر پوینتی رو که بخوام یعنی هر موضوعی رو بخوام ثابت بکنم بگم آقا مثلا شما باید این کار رو بکنین چون که این واسه فلان چیز بدنتون بده بر طبق این اون هم بود ریسرچ خب دقیقا واسه جفتش بود یعنی یعنی ریسرچ هایی بودن و آزمایشاتی شده بودن که هم اینو ثابت میکردن هم اونو ثابت میکردن خب یعنی چی یعنی که اینا دارن کنترل و دستگاه میشن شما از کجا میتونید بفهمید که این دستگاه شده نه اسپانسرش کی بوده کی پول این آزمایش داده به چه شرکتی وصل بوده و اون شرکت هدفش چیه خب واسه همین نمیدی واقعیت رو الان خیلی وقتا دیگه نمیدونی بفهمی واقعیت علمی چیه چون علم خودش دیگه کلا حرفم همینه دیگه وقتی دیگه همه بدن همینه دیگه چون فقط بعدیا تو هم میره جلو و بعدیان که نتیجه های کسخلی میده نه این ربطی نداره نمیگمش فلش کنم واسه یه قانونی که میدونیم همه نه آدمایی که این کارن بلدن خب که کسی که پول داره هر روز پولدارتر میشه و کسی که فقیره فقیرتر میشه اینو که دیگه قبول داره درسته و این حالا میدونی من رو اصلا فهمیدم اینو جی جیسس گفته تو کتاب اومده جیسس گفته اینو گفت, یعنی به بجو... یعنی گفته آقا به آنان که دارند بیشتر خواهد داد خوا... بیشتر داده خواهد شد به آنان که ندارند از اونها گرفته خواهد شد خب و و این نیستش آه. که و حالا باز من کتاب پیترسن خوندم اونو میاد علمی توضیح میده که چرا تو این در واقع بهش میگن Dominance Hierarchy اینو واقعا من فارسی میشه اگه بتونیم چک کنیم الان که منو بفهمم ممنون میشم خب. این نوشته سلسله مراتب سلطه خب این جوریه که تو همه جای طبیعت این وجود داره خب که قدرت میره دست یه افتاده سری افراد کم و بقیه اونم بدون هیچی خب این از پول گرفته حالا مثال میزنم خب مثال اصلی خودش در مورد لابسترا بود خب لابستر مثل شبیه خرچنگن خب نمیم فارسیش لابستره دیگه بعد آه آه. که اینا مرداشون خب میگردن دنبال جا مثلا چون لابسترا چرا مثلا میزنه چون 350 میلیون سال قدمت دارن خب <الطبع> یعنی دایناسور که واسه ما خیلی قدیمی هم 65 میلیون سال اگه درست یادم باشه ببین اونا شست. چقدر خیلی خیلی قدیمه یعنی از اون زمان این بوده و توی دی ای تمام موجودات هستش و کلا تو طبیعت هستش حالا چجور میخوام مثال بزنم اینا چیکار میکردن وقتی مثلا یه دونه خب بعد بگن دنبال جا دیگه اول باید, باید بگن دنبال خونه مثلا یه لونه ای که دور باشه خیلی بهش اون شکارچی نرسه بهش و این صحبت ها. بعد شما فکر کنم یه لابستر میری خونه رو پیدا میکنی بعد یه لابسر دیگه اونجا بالاخره همه دنبال خونه درستابی یه جایی که بالا باشه جا برای شکار کردن باشه بعد آردی اصلا از شکارچی های محفوظ باشه همه اینا باید مهمه میره پیدا کنیم بعد خب همه لابسر دنبال این هن دیگه میان اونجا اینا به همدیگه میرسن میبینن که آقا اول میبینن آقا کی قوی تره خب از جسه پیدا میکنم اینا کی رفته اگه جسه مشخص نشود یه ماده از خودشون ترشح میکنن که اون اطلاعات فیزیکیشون رو میده خب که آقا سالم هستن چقدر مثلا هورمونی هورموناشون چقدر ترشح میشونه این حرفا اونم هاجی چی از اونم میتونن بفهمن باز اگه اونم رازیشون نکنه خب یعنی کسی که راضی بشه ول میکنه میره اون یکی مثلا خونه رو میگیره اگه هم رازیش نکنه شون کم به دوه. مبارزه مبارزه چجوریه میرن عقب جلو دست رو باز میکنن فلان اینجوری میکنن که آقا کی گنده تره کی مثلا انرژی تر داره و این حرفا این از این باز نشه با هم دیگه دعوا میکنن و دیگه یکی دست و پای رو میکنه که اون بمیره حالا چیزی که جالبه اینه که تو این ها خب وقتی که کسی که میبازه احتمال این که جنگ بعدش هم به بازه خیلی بیشتر حتی اگه اتفاقی برای جسمش نیافتاده باشه همین که آقا من به این لاکسر یکی باختم آره چون که چی دو تا هورمونه یکیش سرتونین و یکیش لپتوکنین هم چی چی یادم رفته سرتونین اکسیتوسین سرتون دوپامین نه اونان نیستش دوپامین نه اونا نیستش. دوپمین... نه اونا اونا نیستش خب متاسفانه الان نمیاد ولی حالا اینا بالا پای میشه یعنی کسی که میبره سرتونین بیشتر ترشح میکنه اونی که میبازه سرتونینش میاد پایین اون یکی هورمون میره بالاتر بعد این باعث میشه که کسی بالاتره چجوریه مثلا دستاشو بیشتر باز میکنه نمیدونم اینجوری را میره کتاشو باز میکنه چه میدونم اینجور حرکت ها. و خلاصه کسی که میبازه احتمال اینکه که جنگ ببازه خیلی بیشتره متوجه ای؟ چقدر که میبره احتمالی که جنگ بعدی رو ببره خیلی بیشتره چون آدم بلتری میشه آدم مثلا شجاعتری میشه اصلا تو خودش برنده بودن رو حس میکنه حالا این تو زندگی واقعی انسان ها هم همینجوریه تو بقیه حیوانات هم اینجوریه کل بعد واسه همین اونایی که میبازن هی چون حرفه به بازی خود کمتر تا... بیشتر احتمالش به بازی بیشتر ادمون خوب میبازن و یه سری افراد کمتری هی برنده میشن و میشه مثلا همون 1 درصد 10 درصد ادمای قوی و 80 درصد 90 درصد ادمای ضعیف متوجه این آهان چه اونا دیگه اینو گرفتن فهمیدم چه هی میبرن هی بیشتر میبرن هی بیشتر میبرن خب مثل کسی که هی پولدار میشه هی دوباره فقط تو مثلا آقا الان دو میلیون داری دیلای بهتری میتونی انجام بدی دیلا میتونی انجام, دیلای میتونی انجام که سودش حتی بیشتر هست. دو میلیون تو میکنه ده میلیون ده میلیون یه میشه صد میلیون خب و اونا که پول ندارن هی ضعیفتر و ضعیفتر میشن این از این بعد از اون طرف واسه زناشون هم همین جوریه زناشون دوست زنا هم میان چی با اون پیدا در درصد میخوان آفرین میرن اونایی میخوان که همه قوی جای بهتری دارن فلان حالا اینکه چه جوری میرن چه حالا اینو به بحث چیز هم رب پیدا میکنه که چجوری گول میزنن مردا رو خیلی جالبه خب که در واقع سه دوست میکنن در واقع با فارسیش چیه مثلا اشوه اومدن و این حرفای کاری میکنن که مرد بهشون علاقه من بشو دلبری آره بعد اون مرد خب خب مثلا اون زنه لابستر زنه وقتی میره با این مرد سکس میکنن و بچه دار میشه میره خب یه چند وقت میمونه اونجا و بعد میکنه میره تو مثلا لونه خودش بعد زنای بعدی میان همه زنا میخوان هی بیان با اون که مثلا قویه بچه دار بشن از اون جفت کنن خب ژن اونم میاد و فلان و این حالا این یعنی اگه قدیما بود یا لابستر بودیم الان دم خونه من سقف بوداد خانم گوش بده بعد از سگ حالا این الان همین فقط چیزی که هست هرچی چی اون موقع طبیعت خب در واقع ساختار جان ساختار اونها در همین حد بوده ساختار الان ما تغییر کرده که فقط به مثلا به جسه بزرگ و زور زیاد نیستش به پول هستش هلی. به احترام توی جامعه هستش در واقع استاتس شغل اینا همه با همدیگه ترکیب میشه یه نفر رو میکنه دیزایر یه نفر رو میکنه کسی که مردم دو... بقیه زن رو دوستش دارن بقیه بیزنسمن رو دوستش دارن نمیدونم همه اینا حالا این تو همه جا هستش. یعنی از آدمای پولدار تو زبون شما تو زبونی که ما داریم هز... ده ها هزار لغت وجود داشت شاید بیشتر شاید صد هزار لغت وجود داشته ولی ما تو دو طول روز حدودا 500 تا 600 تا لغت ها اصلا استفاده میکنیم روزمره خب یعنی بیشتر لغت ها اونایی هستند که یعنی ما تعداد کمی از لغت ها هستن که زیاد استفادهشون میکنیم تعداد کمی از لباس ها هستش که تو بیشتر وقت میپوشیش چه باهات و با هرچند میپوشی خوشت بیاد بیشتر میخوای بپوشی چون همه کامپلیمنت میدن آره. لباس هم میره اون در درصدش پیدا میکنه خیلی عجیبه یعنی اینکه این قانون تو کل دنیا تو جهان هستی همه چیش وجود داره خیلی عجیبه تو الان کار کار یعنی در واقع یوتیوبره یا کار دیگه هم داری تو اندونزی آره کار من به جز یوتیوب درس میدم انگلیسی درس میدم و ریاضی و یه مدتی هم یه مدتی شد من دیگه همه چی درس میدادم دیگه اونایی که بلد نبودم هم درس میدادم دیگه یه معلمه ایران خودمون دیدیم خیلی خب آقا من این آره اپیزود اولمونه یه اپیزود دیگه با هم داریم که راجع به خانوما میخوایم صحبت کنیم چند تا سوال داریم اگه میشه یکی از سوالا رو بخون اگه داری اگه نداری امین یکی از سوالا اینه که مثلا چرا همیشه چرا مثلا پسرا همیشه درخواست سکس میکنن دخترها نمیتونن یا دخترها بعد مثلا انجام نمیدن درخواست سکس نمیکنن اینطوری باحاله اونو از دست ندین یعنی اون اپیزود اگه این اومده بیرون دو روز دیگه اون میاد بیرون چاکس حاله. فعلا بچه‌ها